به نام خدا، با سلام خدمت دوستان عزیز. مقدمتاً چند تا مفهوم رو با هم مورد بررسی قرار بدیم: خاک، کیمیا، نظر. خب، منظور از خاک انسان یا آدم. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. کیمیا رشد کیفیتی، رشد عرفانی. کیمیا هنر ارتقای، حالا کیمیا در شیمی یک مسئله، کیمیا در بحث انسانسازی و خودشناسی، کیمیا هنر ارتقای انسان هست. هنر ارتقای کیفیتی انسان هست. نظر رو که نظر چی بود؟ بله؟ همونه که نتونستیم تا حالا تعریفش بکنیم. یا نظر یا گوشه چشم. چی ترجمهش، چی معنیش کنیم؟ میگم ترجمه معنیش کنیم. خب آقا نیتونیم اینجا میرسیم بشکن. خب همون که برقرار کننده اتصال بود، یعنی من تو او. خب برقرار کردن اتصال چیزی بود که نیاز به زمان و اینجور چیزها نداشت. هنوز نتونستیم نظر رو تعریف بکنیم. همون گوشه چشمه، ولی بعض موقع چشمی هم تو کار نیست. یعنی این کار تو دل انجام شده، اصلا به چشمی نکشیده، ولی اصطلاحاً گوشه چشم در واقع میتونیم عنوانش بکنیم. جان توجه خیلی بیشتر از، خیلی مفصل تر از نظره. یک بله، آخه اینجا نظر صحبت از نظر الهی نیست. اینجا صحبت از نظر منتوی است. اون که نظرش هست، جاری است. اون توجهش جاری است، رحمتش جاری است. و این نیست که بگیم خب تعطیل بود، الان یه کاری میکنیم را بیفته. نه، اون جاری بود، اون نظرش جاری بود. اما ما هستیم که یه لحظه ما هم نظر بشیم. هم نظر بشیم، یک عکس العملی رو خواهیم داشت. این میشه عمل، یه عکس العملی رو خواهیم داشت. یعنی ما یه لحظه با اون هم نظر بشیم. صحبت از هم نظر شدنه. باز اگه بیان بگیم هم فاز شدن، اینجا هم نظر شدنه. اون نظر جاری است، ولی ما جاری نیستیم. خب یه لحظه با هم که هم نظر میشیم، این میشه عمل، یه عکس العملی اون بر خواهیم داشت که به هر حال تجربه کردیم که با این نظر و با این هم نظری می شود خاک را کیمیا کرد. حالا این خاک را کیمیا کرد، منظور تو بحث عرفان که واقعا نمی خوان خاک بکنن طلا،
به دردشون نمیخوره. خب اگر خاکو بکنیم طلا بهتر یا انسانو بسازیم کدوم یکیش؟ مشکل انسان در این نیست که. و بعد اشاره بحث خاک بحث انسانه که قرار انسان خاک از خاک تبدیل بشه به طلا، به طور مجازی البته، جنسیتش خاکه ولی قراره که یه ارتقای پیدا بکنه تبدیل بشه به طلا، ولی همینجوری خاکه. اما امکان این هست که این کیمیاگری در موردش مؤثر واقع بشه، امکانش هست. پاکسازی وجود از همه چی مبرا بشه. ببینید از همه چی مبرا شدن، از این ماجراها در مورد ما، در مورد انسان یک ماجرایی داره. این ماجرا در سطح و سطوح مختلفی متفاوته. مثلا الان در یه سطح و سطوح مثلا پس کن سطح و سطوح من ابتدا به ساکن توضیح دادیم انسان اول پاک میشه یا اول به کمال میرسه، به اصطلاح اول پاک شدن اتفاق میفته یا اول کمال، کدوم یکی؟ خب اگر به کمال برسی، کمال معادل پاک شدنه. پاک شدن مفهوم داره، تصور ذهنی ما از پاک شدن یه چیزه، تصور کمال از پاک شدن یه چیز دیگه است. دقت بکنید، پاک شدن سطح آمینه که اگه من دزدی نکنم میگن فلانی آدم پاکی، درست شد؟ اگه نمیدونم رعایت حقوق دیگران رو بکنم، دزدی نکنم، نمیدونم رشوه نگیرم، نمیدونم غیبت نکنم، اینا میگن آدم پاکی، درسته یا نه؟ خب این چند امتیاز داره؟ یه صفر، یه صفر کله گنده. من فقط من تازه پاک شدم، یعنی دیگران از دست و دهان من، زبان من در امان هستند. اما این برای من چی داره؟ حالا من پاک، من انسان پاکی هستم، به چه درد کمال و به چه درد این حلقه میخورم؟ فقط دیگران از دست و زبان من در آسایش و آرامش هستند. پس موضوع کمال با پاک شدن اگر معادله، این یک ماجرای عجیب غریبیه. پاک شدن سطح عام داریم که صفر امتیازه، یه پاک شدن سطح کمال داریم که یک ماجرای دیگه است. مثلا وقتی که انسان به درک اناالحق برسه، وقتی به درک هم مثلا وحدت هستی برسه، یک مسئله اتفاق میفته که همه ذرات میشه مثل تن خودش، درست شد؟ یعنی میفهمه که اینما تولو فسم وجلو، هر جا نگاه کنه روی او، روی خداست. اون وقت یک رفتاری با هستی داره، اما در شرایط دیگه ای یک ماجرای دیگر رو خواهد داشت. خب این دوتا با هم فرق میکنه یا نمیکنه؟ خب بنابراین یه پاک شدن داریم که من جلو خودم رو گرفتم که راجب ایشون غیبت نکنم، یه پاک شدن داریم که من فهمیدم ایشون وجه الله است، ایشون پاره تن منه. هر دوتاش محصلش اینه که من غیبت نکردم. اما اینا با هم فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ پس یه پاک شدن ما داریم که نتیجه کماله، یه پاک شدن داریم نتیجه خودداریه. خب من خودداری میکنم، دلم میخواد غیبت کنم، اما خب میگم که آی میسوزوننم، آی نمیتونم، اینجوری میشه، وای الان اینجوری میشه، بدبخت میشم، بیچاره میشم. خب بله، خودداری، این خودداری دارم خودمو میچرونم، چیز میکنم این حرفا، اما در اونجا من در یه درکی قرار دارم که ایشون پاره تن منه، ایشون بچه‌لاست، از همه مهمتر ایشون جمال خداست، درک جمال یار دیگه، تجلی الهی است، درست شد یا نه؟
اون وقتی که یک ماجرای اتفاق میفته که ما وقتی میگیم پاک شدن، اون پاک شدن رو میگیم. یه پاک شدن داریم که میگیم زاهد. زاهد میخواد چیکار کنه؟ میخواد خودداری با خودداری و مراعات و این حرفا یه چیزی رو داشته باشه. در واقع محصول خودداری است. ما وقتی به کمال برسیم این اتفاق میفته. اما من که اینجا هستم، درسته؟ این یک مسئله دیگری است که داریم به سمتش میریم، داریم میریم که بهش برسیم. الان چی شامل حال ماست؟ همینطوری که داریم میریم جلو، رحمانیت الهی. رحمانیت الهی برای کیه؟ برای گناهکاران. رحمانیت الهی مخصوص گناهکارانه. کسی که گناهکار نیست نیازی به رحمانیت الهی هم نداره. تمام شد و رفت. پس یه تصوری هست در خیلی از مکاتب و در خیلی از چیزا، اول میگن آقا برو پاک شو بعد بیا. کجا بره پاک بشه؟ اگه بره پاک بشه دیگه با تو چی کار داره؟ کاری با تو نداره دیگه. اگه بره پاک بشه، پاک شده دیگه، نجات پیدا کرده، رفته، خصوصا اگر این پاک شدن باشه. بنابراین توی این وادی کسی به کسی فرق فروشی نداره، چون همه دارن میرن که یه چیزی بشن. هنوز این ادراکات رو باش فاصله داریم. کسی ادعایی نمیتونه داشته باشه بگه که نمیدونم خلاصه من رستم یا من بهترم، یا هر کس بگه همون انا خیر و منهوه، من از او بهترمه که شیطان گفت هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات مپرسند که هوشیار کجاست. خب حالا این مسیر باید طی بشه تا این قضیه اتفاق بیفته. خب معشوق چون نقاب ز رخ بر نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کند. خداوند ما قادر به درکش نیستیم و پرده از رو بر نمی داره. ما فقط تجلیاتش رو در اختیار داریم. و نقاب جان، معشوق چون نقاب ز رخ بر نمی کشد، خدا چون نقاب از چهره بر نمی داره، چون ما قادر به درک نیستیم و یک گوشه چشمی یه ذره از این نقاب بره کنار، فکر میکنیم که ما تعامل داریم، یعنی میتونیم اون عظمت رو درک بکنیم. مسلما نه. هر کس حکایتی به تصور چرا کند. هر کسی یه تعریفی، یه تصوری، یه برداشتی از خدا داره که خب که این تصور کاملا از اون چی که باید باشه کاملا دوره. آنچه هرچه اندیشی پذیرای فناست، آنچه در اندیش ناید آن خداست. خب ما هر کدوم برای خودمون خدایی ساختیم و در ترم دو دیدیم که یه وسیله بود، در یه جای دیگه می‌بینیم یه چیز دیگه است و تا آخر حالا بازم کار داریم و در واقع یه چیزی خودمون ساختیم و یک تصوری داریم. عیب نداره در یه جایی گفته میشه هیچ ترتیبی و آدابی مجوی، هر چی می‌خواهد دل تنگت بگوی. این درسته، ولی خب یواش یواش هم باید چیکار کنیم؟ از تصورات خودمون یواش یواش هم دور بشیم. هر چه اندیشی یا آن چه اندیشی، معشوق چون از اول خوب بود که نگفتیم که معشوق، بله معشوق چون نقاب زرخ بر نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کند. خب ما یواش یواش از این تصور و تخیل، لازم هست که نمیگیم یک شبه، ولی لازم هست که یواش یواش جدا بشیم و
واقف بشیم به بینامی الله، واقف بشیم به عدم، واقف بشیم به اون جایی که گفته میشه سبحان الله اما یصفون. او از هر وصفی که بکنیم مبراست. اما تا زمانی که اینجا هستیم این تصور، این تخیل لعبت است. تا تو تپلی پس بداند حاجت است. تا زمانی که خب ما همین پایین ما اینا هستیم، خب مجبوریم اینا رو بگیم دیگه، مجبوریم بگیم تو کجایی تا شبم من چاکرد، چاروق دوزم کنم شانه سرد. مجبوریم، مجبوریم با این تصور و تخیل زندگی بکنیم، رای دیگه ای نداریم. اما بل این خود چیزو که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، که شما بله مراجعه بکنید به اشعار حافظ که کامل اونجا هست. و چون چند تا از مفاهیم شما خیلی در این چیز باش کار داریم، از اصولا این قطعه رو ما خیلی باش سر و کار داریم، خیلی از مفاهیمش رو لازم داریم برامون باز بشه، به این علت من امروز در مقدمه گفتم تا دوستان تشریف میارند و شروع میکنیم به ارتباط بارش و اینها، این چند تا مفهوم رو با همدیگه مورد بررسی قرار بدیم. خب بنابراین این بحث کیمیا، کیمیا ایجاب میکنه که ما یواش یواش در حاشیه رشد خودمون تعریفمون از خدا هم چی بشه؟ از تصور و تخیل دورتر بشه و به اون چه که هست نزدیکتر بشه. یعنی الزامی است، یعنی یه جوری با همدیگه آمیخته هستن. رشد انسان ارتقای اون تعریف رو هم پیش میاره، که البته ارتقای تعریف خدا به سمت تعریف بی تعریفی میریم. هرچی میریم جلوتر تعریف محدود 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 محدودتر میشه، تا یک جا به بینامی او معطوف بشیم، یک جا متوجه شیم اصلا نام نداره و این آغاز یه ماجرای دیگه یه تازه. یعنی تا زمانی که فکر میکنیم نام داره، خب تا زمانی که فکر میکنیم نام داره توی یه دنیایی هستیم، اما دنیای تصوره، دنیای تخیله. و تازه وقتی فهمیدیم که نام نداره تازه پا میذاریم توی یه دنیای دیگه ای، تازه پا میخوایم بذاریم توی یه دنیایی که واقعی تره. دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبش دوا دهند. در واقع انسان با یه خزانه غیب در نمیگم در تماس بوده، میبایستی در تماس باشه، یعنی براش این خزانه غیب تعریف شده بوده، قرار گذاشته، نه اینکه پدیده جدیدی باشه. و از ابتدا وجود داشته و میبایستی مورد بهره برداری قرار میگرفته. منتها موضوع انا خیر و منهو، موضوع من از او بهترم، موضوع این که منم میتونم، موضوع همون که بچه میخواد زور میزنه که یک کاری رو که ازش بر نمیاد بگه نه من میتونم. این ماجرا انسان رو عقب انداخته، کارشو مشکل تر کرده، وقتشو به هدر داده. و خب برای بهره برداری از این خزانه غیب که به طرق مختلف شامل حلقه های بسیار متعددی، حلقه های غیب در واقع،
همون که الذین یؤمنون بالغیب، خب به کدوم غیب؟ به این خزانه غیب، به این بحث حلقه های غیب که قرار بوده دست انسان رو بگیره بکشونه به کمال. از اصول این کیمیاگری، خب در واقع اینجا کیمیا، تمام چیزهایی رو که اینجا گفته میشه در کتاب کیمیا، خب یعنی در یک کتابی که اصول انسان سازی رو قرار توضیح بده، اینها مورد بررسی قرار میگیره. و در واقع کیمیا رو که باز کنیم سرفصلاشو میبینیم که بله، میگه که قرار خاکو اینجوری بشه و اینها در واقع مباحثی است که در این بحث کیمیا ما چیه؟ پایش سر کار داریم، سر کار پیدا میکنیم. چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، آن به که کار خود به عنایت رها کنیم. خب گفتیم که رند تطبیق واقعیت و حقیقت، زاهدی هم که الان گفتیم مراعات و این دو چیزا، به خودی خود حسن عاقبت، به خودی خود بدون حلقه های این قضیه و بدون سری مسائلی چیزی رو تعیین نمیکنه. ممکنه ما رو خب بهتر هدایت بکنه، فرضاً حالا رندی یا نمیدونم بعد زاهدی. حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، اینا به تنهایی کار ما رو درست نمیکنه. آن به که کار خود به عنایت رها کنند. خب عنایت چی بود؟ اینجا منظور از عنایت ما چیکار میکردیم تو حلقه ها، یا الان چیکار قراره بکنیم؟ عنایت یه جوری که ما تسلیم شدیم، گفتیم به عنایت خودت، ما کاره نیستیم، ما نمیتونیم، ما نتونستیم، ما به هر حال کودکی هستیم در این چرخه و در این حلقه، کودکی هستیم، طفلی هستیم، بابا بگیر خودت درستش کن. آن به که کار خود به عنایت. خب پس اینجا عنایت مشتمل است از بر تسلیم، بر شاهد بودن، بر همه اون چیزهایی که مجموعاً ما رو چیکار کرد؟ ما رو از خودمون جدا کرد. چسبیده بودیم قبلا به خودمون، حالا الان دیگه دیدیم که نه، ما باید خودمون رو رها بکنیم و اون عنایت رو پیشه بکنیم. اون سپردن رو به خدا سپردن همون عنایته، و بیاییم و کارو به همون کاردان خودش در واقع واگذار بکنیم. و از وقتی هم که این کارو کردیم، حالا البته خود عنایت مراتب داره، خب یک کسی 1% کار خود را به عنایت رها میکنه، یک کسی 2%، 3%، همینجوری میاد مثلا عیسی مسیح علیه السلام میشه 100%. خب و در واقع ما داریم تمرین عنایت میکنیم، تمرین تسلیم شدن میکنیم. منتها خب یک بحثی است که از ذهنیت ما دوره، زورم نمیشه زد یه شبه بگیم آقا ما 100% داریم عنایت میکنیم. قطعاً البته نمیگیم این نشودنیست ها، ولی تا ما ناخودآگاهی خودمونو متقاعد داریم میکنیم که نه باید بشه، باید بشه، بریم 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 بریم، خب این زمان میخواد، زمان میخواد. و شما میبینید که هنوزم فرزند ممکنه در دورهای بالاتر هم ببینید که افراد مایلن هنوز یه بخشی از وجود خودشون توی نقشی داشته باشه. هنوز نمیتونیم 100% خودمون رو رها بکنیم. میتونم برسونم خدمتتون مطلب یا نه؟ هنوز نمیتونیم که این ور نقشش بشه 0، اون ور نقشش بشه 100.
هنوزم من میخوام که یه 10-20% لااقل منم نقشی این وسط داشته باشم. این مشکل بزرگ ماست در سر راه کمال، یه از اینه که از حلقه ها نمیتونیم استفاده جانانه ای بکنیم. توجه میکنید؟ جمعی میگم و من اول به خودم میگم استفاده جانانه ای نمیتونیم بکنیم به خاطر اینکه هنوز نقش خودمون صفر نشده. میریم به سمت جایی که نقش ما صفره. درست شد؟ نه دیگه ما نقشی تو این ماجرا برای خودمون قائل نیستیم. وقتی کارمونو به عنایت رها کردیم یعنی اینکه دیگه ما واگذار کردیم دیگه. شما یک موقع وکالت کاری به یکی میدید، درسته؟ یه وکالت کاری به یک کسی میدید که آقا ایشون بره جای من این کارو انجام بده. حالا اکثر افراد 100% دیگه واگذار میکنن، دیگه میرن دنبال که زندگی خودشونو. یه روزی اونم کارو انجام داده میاد میگه آقا بیا من انجامش دادم. حالا البته بعضی حد 10 دقیقه زنگ میزنن، خب ببینیم چی شد، چیکار کردی الان چی شد. خب میگه ما اگه به من وکالت دادی برو تو خونت دیگه راحت بخواب دیگه، من انجام میدم میام بهت میگم دیگه. درسته یا نه؟ اینا تجارب عینی است. اما ما توی مسئله زمینی معمولا قادریم 100% وکالت بدیم، اما تو مسئله آسمانی نمیتونیم 100% وکالت بدیم. درست شد یا نه؟ درسته؟ این یک مشکل بزرگه. یعنی همش داریم میریم میایم نمیدونم چیکار میکنیم، از این حلقه به اون حلقه نمیدونم. همین ماجره ها اینه که این میزان عنایت رو و تسلیم شدگی رو، قابلیت تسلیم پذیری رو در خودمون چیکار بکنیم؟ هی ارتقا بدیم، ارتقا بدیم، یه جا بگیم که آقا ما شدیم صفر. محو باید نه صرف این را بدان، گر تو محوی بی خطر در آب ران. آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. وقتی که طرف رو دریا شنا نمی کنه نه همجور رو آب شنا بره، ولی وقتی دست پا میزنه که شنا خودشو نجات بده یه 5 دقیقه 10 دقیقه آخر غرق میشه. در اینجا محو شدن منظور چیه؟ اون اینه که نقش صفره، چیزی که به سمتش میریم. خب حالی درون پرده ای بسی فتنه می رود، تا آن زمان که پرده بر افتد چه ها کنند. خود درون پرده کجاست؟ چیه؟ خب ما یه جهان اونوری داریم، یه جهان تق قطبی مثلا، یه جهان دو قطبی، و این پرده رو در یه جایی بین ما کشیدن. و از قول نال الملائکه تسجدوا فسجدوا الا ابلیس. الا یک پرده رو بین ما کشید و جهان دو قطبی شد، و بین این جهان تق قطبی، جهان لا تضاد، و این ور که جهان تضاده یه پرده کشیدن. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من. هر جا صبر از پرده است، صبر از کدوم پرده است؟ همین پرده که کشیدن. این الا، این الا همه ماجراها سر این الاست، و این الا یعنی آغاز خلق تضاد، آغاز پیدایش تضاد، و خودش آغاز یک تجربه جدید، یک تجربه نو. تضاد بر اساس دو قطب، حالا تضاد بر اساس چند قطب هم نمیدونم، ولی حالا تضاد بر دو قطب رو ما اومدیم تجربه کنیم. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من. این بریم یه جایی که این پرده رو بندازن دیگه من و تو معنی نمیده، من و تو میشیم ما. تضاد از بین میره و من و تو میشیم ما.
حالی درون پرده بسی فتنه می رود. تو این پرده که کشیدند ببینید چقدر آشوب به پاست. حالا تا بریم این پرده رو بردارم ببینیم که بعدش چه ها کنند و قرار ما به کجا بریم و قرار دوباره چه تجربه جدیدی رو داشته باشیم، که البته الان در اون جا هستیم. از میدونید که دیگه از دیده ناظر ما اونجا هم هستیم، ولی از دیده خودمون فقط ما اینجا رو میتونیم داشته باشیم. بگذر ز کوی میکده تا در زمره حضور اوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنند. خب زمره حضور ارتباط روح جمعی که جمعش یک میکده رو تشکیل میده. افراد وقتی در این جمع هستن میکده چیه؟ میکده اشاره به یا مکان یا جمع یا اون جایی که می جاریز، می رد و بدل میشه. می چه؟ آگاهی. می از خم وحدت الهی. می آگاهی است و در اونجا آگاهی در جریانه. و در این زمره حضور، در این ارتباط جمعی، افراد اوقات خودشونو برای تو که شناخته یا ناشناخته هستی صرف دعا کنن، صرف اون تششع مثبت، صرف کارهای تو که مجموعش میشه همون دعا، و برای کمال تو و برای دستگیری تو دارن چیکار میکنن؟ دعا میکنن، که دعا مجموعه همون کارهاییست که انجام میشه. یا تششع مثبت نمیدونم، کنترل های تششع منفی، یعنی چیزی که میخواد طرف رو بلندش کنه، میخواد طرف رو به هر حال یاری بکنه. خب چند تا مفهوم رو خواستیم امروز به عنوان مقدمه، ضمن اینی که به هر حال یاد و یادآوری چند شعر از اشعار حافظ علیه الرحمه رو هم داشته باشیم، که به هر صورت این مباحث خودمون رو هم از دل اونها مورد بررسی قرار داده باشیم. یکی از مسائلی که توی این ساخت و ساز صورت میگیره بحث واکنش شبکه منفی، واکنش وجودی ما. چون شبکه منفی میگیم دوباره ظاهرن ما بعض ما خودمون اشاره میکنیم، میگیم شبکه منفی، شبکه مثبت، ولی اینا نیست. درون ما خودمون از متشکل از شبکه مثبت و منفی، هم درون هم بیرون، اینها در واقع هست. ما وقتی میخوایم به کمال بریم، بخش هایی از وجود ما وای میسه، علم میشه، مخالفت جدی میکنه، ما رو سرنگون میکنه، ساقط میکنه. توضیح دادیم که لا اله الا الله دو تا مفهوم یا دو بخش داره، لا اله الا الله درونی، لا اله الا الله بیرونی. یک موقع است که ما میخوام بگیم که همه یه هستی در وحدت به سر میبره، درسته؟ این میشه لا اله الا الله بیرونی. اما در درون گفتیم که ما وقتی میخوایم به کمال بریم، خب در مقابل این کمال، این ضد کمال، درست شد؟ الان اینها خودش نیروهای متعددی رو در اختیار داره، یا به سمت بالا هم همینطوری. ما وقتی که به اصطلاح
به عنوان مثال در کنترل ذهن دیدین که یکی از این منها یک من کاملا مشخصی است، بود یا نبود؟ کاملا حسش کردیم این من رو. خب هر حرکتی که ما میخوایم انجام بدیم در وجود ما، اینها منهای مختلفی هستند که هر کدومشون برای خودشون یه خانی هستند، یک چی میگن، صاحب مقامی هستند، صاحب نفوذی هستند. همینطوری نیست که مثلا ما فرضاً بگیم تیکای شخصیتی، بعد بگیم خب یکی زدیم و رفتیم. دقت میکنید؟ تا میگیم تیکای شخصیتی، اینجا عواملی بیدار میشن، میگن که چی گفتی؟ منظور چی بود؟ و همینه که اینجا عواملی زیاد میشه، مثل همین حلقه میخواد دست ما رو بگیره بکشه بیرون از بین این منها، ما رو نجات بده از بین، حالا یکی از اینا بحث تیکای شخصیتی است. میبینید که پامونو گرفتن، دستمونو گرفتن، اون پریده گردنمونو گرفته، یعنی یه جوری آیا ملموس یا نه؟ درسته؟ مگه ما چیکار کردیم؟ چه کردیم؟ گفتیم خانم آقایون تیکای شخصیتی، چشما رو ببندیم فلان، همین دیگه. چرا باید این اتفاقات بیفته؟ بله. یا مثلا میگیم کنترل ذهن، خانم آقایون چشما رو ببندیم، بعد یه دفعه میبینیم که یک گزارش های عجیب غریبی داریم، طرف میگه اصلا من اینقدر شب نخوابیدم، اینجوری شد، اونطوری شد، فلان شد. چه ربطی داره اصلا؟ به هر حال اینها به ما ثابت میکنه که ما منهای متعددی داریم و لا اله الا الله درونی خیلی مشکلتر از لا اله الا الله بیرونی است. یعنی به وحدت رسیدن درونی، سر و سامان پیدا کردن من درونی خیلی مشکل تر از بیرونیشه. همه توجهشون به بیرونه، همه میگن بگو خدا یکیست تا رستگار شوی. خب ما میگیم خب خدا یکیست، بعدم میبینیم که مشکلات کماکان هست، مشکلات هست، چیزی عوض نشد. شما یه بچه 7 ساله هم صدا کنی میگه که خدا چند تاست؟ میگه چند تاست؟ میگه یکیه. پس چرا ما مشکلمون حل نمیشه؟ قولو لا اله الا الله تفلهو. تازه به وحدت برسی میگه تازه جوانه میزنی. توجه میکنی؟ نمیگه ماجرا تموم شده، تازه اول جوانه زدنه و یک جوانه هنوز راه داره. توجه میکنید؟ این ما الان میخوایم مسیر کمال رو بریم. این لا اله الا الله درونی تو فونداسیونه یا اگر بهش رسیدیم تموم شده؟ هنوز تو فونداسیونه. هنوز من نمیدونم، امروز من میگم میخوام برم کمال، فردا میگم بابا ولش کن حوصله داری؟ توجه میکنید؟ درسته یا نه؟ به این علته که ما هنوز مطمئن نیستیم. خیلی ها مثلا یه دوره میان دیگه نمیان، دو دوره میان دیگه نمیان، سه تا میان دیگه نمیان. چرا نمیان؟ یه دفعه میگه استوب باشه، نه بابا بلش کن، داشتیم زندگیمونو میکردیم دیگه. میدونید تا لحظه ای که این وحدت اینجا ما بهش نرسیم، معلوم نیست که ادامه میدیم یا ادامه نمیدیم، معلوم نیست که پشیمون میشیم یا نمیشیم، معلوم نمیدیم، هیچی معلوم نیست. تازه بعد از این مرحله که به وحدت درونی رسیدیم، این لا اله الا الله درونی، خب این تازه ما جوانه میزنیم. میگن که نه بابا این یک چیزی، یه جوانه زد معلومه، حالا از حالا به بعد نمود عینی تازه میخواد پیدا بشه که این جوانه حالا بالاخره به چه ثمری خواهد رسید، به چه باری میشینه، چه میوهی خواهد داد و الی آخر. درسته یا نه؟ اگر به اون سادگی بود که مشکل ما تا الان حل شده بود دیگه، نیاکانمون حلش کرده بودن دیگه، به ما هم نرسیده بود. ولی
ولی امروزه برگردیم نگاه بکنیم تازه متوجه میشیم که اونام چیزی متوجه نشدند و رفتند و همش گفتن خدا یکیست و بعد هم تعجب کردن که چرا مشکلات حل نمیشه. در اینجا وقتی میای میخوای که این مدیریت داخلی رو بکنی، این سیستم ملوک و طوایفی رو توی مملکت وجود سر و سامان بدی، این خانومش اینو سر جاش، اونو نمیدونم چیا کنی و خلاصه آخری بگن آقا این مملکت وجودی یک مدیریتی داره، چقدر آشوب ها رو باید مهار کنیم، چقدر نمیدونم فتنه ها و مسائل مختلف رو باید مهار کنیم. و شما میدونید که به یه همچین مدیریتی رسیدن کار داره و کار میبره. اسم این قضیه به درست به غلط گذاشته شده حمله، اما حمله کسی، هر کسی ممکنه یه تصوراتی از این حمله در ذهنش ایجاد کنه. این حمله چیزی نیست درون ما، خب میگه تیک شخصیتی فوراً یه بخش یک منی قد علم میکنه که لازم نکرده این برای چیه فلانه، میگه این یکی، میگه کنترل دشارژ یکی، میگه نمیدونم اون یکی، همینطوری منهای مختلف و آشوبهای مختلف. تازگی هم میگم بعد بخش شما که هیچکاره این هرچی بوده استاد پیدا کردیم. فریب فرق نمی کنه، همه انسان ها قرار مجموعاً راه نجاتشون رو پیدا بکنن. خب حالا توی این مجموعه انسانی یکی اینو پیدا میکنه، یکی اونو پیدا میکنه، یکی اونجا یک کاری میکنه، یکی توی علم، تو دانش، تو تکنیک، تو تی، تو فلان، تو فلسفه، تو عرفان، توی دامچی، هر کسی یه چیزی پیدا میکنه میریزن رو هم. خب قرار انسان نجات پیدا کنه، فرق نمیکنه، و هر کاری روی زمین یک بانی میخواد، یعنی یه جای باید یه استارتی بخوره، یعنی قرار کارا توسط انسان انجام میشه دیگه، درسته؟ هر اختراعی، هر ابداعی، هر چیزی، هر فکری، هر چیزی رو زمین توسط کی جاری شده؟ رو زمین توسط انسان جاری شده. افتخارش مال انسان بوده، مذلت و روسیایی و بدبختیش هم مال انسان بوده، درسته یا نه؟ یعنی یک انسانی اگر فرزن اومده و فاجعه ای به پا کرده، روسیاییش برای کی بوده؟ برای انسان بوده. اگر روسفیدی ایجاد کرده، اون برای کی بوده؟ برای انسان. پس مجموعه افکار انسانی مطرحه، برایند نیروها مطرحه، نه اینه که مالمون حالا اون چیکار کرده، اون به تنهایی چیکار میخواد بکنه با توجه به همه قضایا. پس مجموعه حرکت انسانی است که مد نظره و برایند نیروها. این برایند مثبت باشه انسان روسفید، و اگر منفی باشه دیگه با مصیبت. ببخشید میخوام بگم که این حمله های وقتی انقدر خسته کننده میشه که اصلا من خودم حالا تو دوره پنج احساس میکنم اصلا ارتباطات تمام تأثیرش اصلا از روم برداشته شده، یه بله. حالت خستگی آدم پیدا میکنه. بله، در دوره پنج متاسفانه ما این مسئله رو داریم و دوره حالگیریه، برخلاف دوره 6 و 7 و اینها، یه دوره حالگیریه به دلیل اینی که رسیده به یه جای انگوش میذاره، یه جای حساسی، این تیکای شخصیتی. و بعد یک مسئله که هست عمدتاً، البته اینه که میگیم چیز نیست، عام نیست، عمدتاً برای اینه که تیک شخصیتی ما خودشو قشنگ نشون بده و ما کامل باش برخورد بکنیم، کنترل ذهن ممکنه کار نکنه، کنترل دشارژ ممکنه کامل کار نکنه. خب چون به معنی اینکه تیک شخصیتی میاد رو اذیت بشیم، خب کنترل دشارژ میدیم، یه کنترل ذهن هم میدیم، مسئله رو مهارش میکنیم. به این علت اونی که تیک شخصیتیشو میخوان نشونش بدن کامل قشنگ
همچین حسابی معمولا اوناشو یه قطع کوچولو موقت میکنن و فرد کامل برخورد میکنه صرفا با تیک شخصیتیش. یعنی میشه تیک شخصیت، یعنی پشت روش میکنن، مثل لباسی که پشت رو بشه. خب یکی از مشکلات کار ماست به این صورت که افراد بر میخورن، اگر با مثلا ترم پنجی برخورد بکنن مصیبته، میگن با اینا چرا انقدر مغرورن، اینا چرا انقدر خودشیفتن، چرا اینجوری هنج اونجوری هنج، چرا چرا چرا. و خب این اشکال برای خیلی از مثلا اونایی که تازه میان به این قضیه میپیوندن سوال و مسئله است که اینا تازه این همه مثلا فرضون تازه میان دوره پنج که اینقدر مغرور بشن دیگه نمیتونن که این لباس پشت رو پوشیدن و قراره چه اتفاقی بیفته و چطوری بشه. این یکی از مشکلات ما در دوره پنجه. و یک جان قبلا یه استارتی خورده، چرا؟ خب استارت که قبل از کلاس استارت خورده، نه اون بحث استارت میخوره، منتها استارت میخوره، منتها اینجا هم یک باری مورد بررسی قرار میگیره، یک بارم حضوراً استارت میخوره. خب جان روی جمعی هم توضیح میدیم، الان با ارتباط جلسه پنجممونه. خب بارش رو گفتیم که امروز درسته؟ گفتیم بارش رو کار میکنیم. الان من بعد از اینه که سوال خانم کوریان رو تکمیل بکنیم که به درد همه دوستان میخوره، میریم میپردازیم به این بحثمون، به این ارتباطمون. خب خلاصه کلام این قضیه مقاومت خاص خودش رو اصولا در عرفان دنبال خودش داره و اونها هم که در طی سالها مسئله عرفان رو دنبال کردن شما میدونید که چه ماجراهایی رو پشت سر گذاشتن. یعنی در واقع این ماجرا که پشت سر گذاشتن صرفا از چه بابتی بوده؟ از بابت این قضیه بوده و الان مختصر شده این ماجراها رو ما به لطف الهی به واسطه حلقه جمعی، به واسطه نمیدونم این حلقه های رحمانیت خیلی فشرده داریم، خدا بخواد بریم دنبال میکنیم و بحث هر هفته یک حلقه اصلا یا نمیدونم از اینم بیشترش صرفا همون عنایت الهی است. در واقع مسئله مهمی هست. خب اما در انتهای قضیه یک جایی این مراحل وقتی تکمیل بشه بحث مخلصین پیش میاد، بحث خلاص شدگی پیش میاد و جایی که انسان چشمش باز میشه به سری مسائل که وضعیت خاصی است، نیاز به این قضایا نداره، نیاز به این مسائل نداره و الان حمله مثلا رو خود من تقریبا نزدیک به صفر، نمیخوام بگم اصلا نیستا ولی تقریبا میتونم بگم نزدیک به صفر. و اینا برای خودش قضایایی داره، مسائلی داره، فقط ما باید این مراحل پشت سر بگذاریم، به یک جایی میرسیم که دیگه آره خیلی مسئله فرق میکنه. در اونجا ما چشممون به یه سری مسائل که باز شد قضایا حل و فصله. نمیدونم حالا دیگه اینا خودشون پیچیدگی هایی داره، همینقدر فقط به خاطر نوید و ایناست که بالاخره امیدی هم داشته باشیم. بحث قربانی کردن رو اشاره داشتیم دیگه، خب اشاره میکنم. ببینید ماجرای اسماعیل چی بود؟ ماجرای قربانی کردن وابستگی بود، منتها اسماعیل یک سمبولی بود بر بالاترین حد وابستگی انسان
که وابستگیش به اولادش هست. و بعد اموال، ان اولادکم و اموالکم فتنه. اینا سم وابستگی های بزرگ انسان در رأسشون اولاده. و اونجا که اسماعیل انتخاب شد برای ماجرای قربان شدن، در واقع اسماعیل سمبل وابستگی انسان بود. و قرار نبود که خونی ریخته بشه، فقط قرار بر یک آزمایش بود که آیا تو اونقدر از وابستگی های خودت رها شدی که حاضر باشی حتی اگه ما گفتیم اسماعیل رو قربانی کنی کارو بکنی. این قربانی، قربانی مجازی بود، نه قربانی حقیقی. اصلا خداوند مگه تشنه خونه؟ خب و اشاره هم قبلن ها داشتیم که اون جایی که ما هدفمون خون هست، تششعات منفی وحشتناکی به زندگیمون میاد. مثلا بعضیا میدونید که میگن باید خون ریزی کنیم. خب خون و خون ریزی، و این خون و خون ریزی در ضمیر ناخودآگاه ما هم وارد شده. و بعد هم که میدونید خون اون حیوان رو میخوایم بزنیم سر در خونمون، به ماشینمون، و و و که خب در واقع خون این حیوان ضامن حفظ منافع و مصالح ما قرار بگیره، در حالی که هیچ خونی نمیتونه همچین چیزی رو ایجاد بکنه و همچین چیزی نیست که در واقع ما خون یک موجود زنده رو بریزیم تا منافع ما حفظ بشه. و اون ماجرا رو ما شیفتش کردیم، ازش برداشت دیگه ای کردیم. اینها اطعام و نمیدونم سیر کردن شکم گرسنه ها و اینا رو اومدیم جاشو با مسئله خون قاطی کردیم. اونجا اگر که ذبحی صورت میگیره، اطعامی بشه، گرسنه هایی سیر بشن، ربطی به این نداره که من میخوام خون بریزم، من میخوام اطعام کنم نه خون بریزم. خلاصه کلام، حد قرار بوده که انسان اون وابستگی های خودش رو، اون خصوصیات منفی خودش رو قربانی کنه، و خداوند هم این قربانی ها رو قبول بکنه. یعنی بهترین قربانی که ما میتونیم به پیشگاه او ببریم چیه؟ وابستگی هامونه، همون تیکای شخصیتیمونه، اون نکات منفی وجودیمونو. بهترین کادوها و پیشکش‌هایی است که میتونیم قربانی بکنیم و تقدیم حضور بکنیم به اصطلاح. خب انسان به جای اینکه این کارو بکنه، کار خودشو آسون کرده بود. بالاخره با یک خون و خونریزی ذهن خودشو آروم کرده، ولی مشکلش حل نشده، بلکه به مشکلاتش به شدت افزوده شده. یعنی با اون همین که پنجه‌شو میزنه خون میزنه اونجا، سیل مشکلات جاری میشه به سمتش، سیل مشکلات جاری میشه به سمت. بله، بعد حالا تازه مشکلاتی هم خب پیش میاد، بعد که حوادث اتفاق میفته همه میگن که ما که قربانی هم کردیم، من خودم دستمو زدم تو خون زدم اینجا. دقت میکنید؟ و ریشه مشکلاتمون رو نمیدونیم از کجاست و از کجا در واقع ما تشش و منفی رو کشوندیم بردیم توی خونمون. چون ریختن خون یک حیوان کارمای منفی داره، مگر به علت باشه که بگیم آقا ما میخوایم با این شکم یه عده‌ای رو سیر بکنیم و این کارم بکنیم، نه اینی که حالا بله این کارو بکنیم. وگرنه هر کسی حق داره به اندازه نیازش از هستی، از طبیعت برداشت کنه. درست شد؟ خب در این مورد وقتی که ما تیکای شخصیتی رو به ما نشون میدند، ما باید دونه دونه اون چرا که نشونمون دادن ما قربانش کنیم، تقدیم کنیم، پیشکش کنیم، بگیم اولا شکرگزاری میخواد که نشونمون دادن، این شکرگزاری میخواد.
خب این شکر، بعد از این شکرگزاری قربانی کردنه، ما قربانیش میکنیم. و بدونید که بهترین کادویی است که در واقع میتونیم ببریم و کادو بکنیم، چون انسان وابستگیاش براش خیلی عزیزه، خیلی میدونید دیگه، گفتیم من فرزند از این از اون از اون همه این چیزا و همه این اون غرور. خیلی سخت انسان دست از غرورش برداره، خیلی سخت انسان دست از خودشیفتگیش برداره. همه مشکلات انسان سر همین مسئله است. خیلی سخته که بیاید دست از حسادتت برداری، دست از نمیدونم تنگ نظری و اینا برداری، خیلی مشکله. بنابراین به معنی اینکه نشونمون دادن هر چه سریعتر اینا رو قربانشون کنیم، این پروسه ظاهرا حمله کوتاه‌تر میشه، چون یک من اینجا چی شده؟ کمتر شده و اونجا کمکمون کردن. ما این یه دونه من و حسادت غرور چیه چیه یکی یکی کمکمون کردن که ما یکی رو سر جاش بشونیم، یکی رو مهار کنیم. این دوره کوتاه میشه، اما هرچه باش کلنجار بریم، بگیم نه این من نیستم، من اینجا نبودم، درسته میگی معمولا نه این من نبودم، وا این دوره چرا اینجوریه، یعنی به حساب دوره میذاریمش. میدونید معمولا ما هم هیچی نمیگیم. چرا؟ چون میخوایم در واقع آزمون و خطا افراد خودشون برخورد کنن، خودشون کشف بکنن. حالا بعد از اینه که دوره داره تموم میشه، نمیدونم اینا، ممکنه یه اشاراتی هم میکنیم که این مسئله رمز کوتاه شدنش، رمزش در اینه که تا نشونمون دادن به جای مجادله، چون ما مجادله میکنیم، خب مجادله میکنیم که نه این من نیستم، غیر ممکنه من باشم، این دوره نمیدونم چیه، این دوره، خب یعنی به حساب دوره میگذاریم که این دوره یه دوره عوضیه و یه دوره ناجوریه، یه هاونگ چیزه که عمدی میخواد ما رو بکوبه، در حالی که اینجوری نیست. اینها هر چه هست دیدید برامون ثابت شد. مثلا در دوره یک میبینید که افراد بیمارشون میاد رو، همش میگن که آخه ما اینجوری نبودیم، آخه ما، آخه این که این کجا بود، این چی بود، این بعد چی. ما توضیح میدیم که بابا این همون درون نهفته است، تا ثابت میشه چه طول میکشه. در اینجا دوباره ما مثل در واقع مثل کلاس یکی هستیم، اونجا این بار اون تیکای شخصیتی اون تو خودشون رو نشون میدن، همش میگیم ما نبودیم، ما نیستیم، اینجوری نیست، حتما اشتباهی رخ داده. و خب بله، و ممکنه بگیم که آخه این چه ارتباطی بود که منو اینجوری به هم ریخته، منو اینجوری کرده، و میخوایم همش به حساب مسائل بیرونی اینها رو بگذاریم، به حساب دوره و به حساب ارتباط، که ما پس بعضی از ارتباطامون مثلا رحمت الهی اینه که ما رو به هم بریزه. آخه مگه میشه رحمت الهی ما رو به هم بریزه؟ میشه؟ اگه ثابت بشه به ما که رحمت الهی ما رو به هم میریزه، میگیم آقا ما این رحمت رو نمیخوایم. ولی وقتی او داره میاد ما رو تفتیش میکنه، یه جارو برقی دستش گرفته و داره اینا رو میخواد بکشه بیرون، آیا مقصره؟ خود داره نظافت میکنه با یه جارو برقی، همونجوری که در رو کلمون اینا میاد ساکشنشون میکنه و ما ظاهر میشه چیزایی، اما انکار میکنیم که این مال ماست. خب البته حق هم داریم، چون نمیدونیم، هر کسی نمیدونه چه چیزایی نهفته‌ای داره. اگر میدونستیم که دیگه نمیگفتن خداشناسی معادل خودشناسیه. علت این گفته که چند هزار سال سابقه داره، علتش همینه که ما نمیدونیم چقدر حسودیم، چقدر تنگ نظریم، چقدر مغروریم، چقدر خودشیفته‌ایم، نمیدونیم. چون عموماً یک من ساخته و پرداخته این روح هست، منی که داره خودشو
ظاهر و صلاح نشون میده، زن و یک زن و مردی که در واقع ساخته شده هستند، روش انطباق با محیط رو فرا گرفتند، خودشونو دارن با محیط انطباق میدن. اون هم منافع من اینه که من بگم من حسود نیستم، چون اگه ایشون بتونه من حسودم، خب یه جور دیگه با من رفتار میکنه، من بخشی از منافعمو ممکنه از دست بدم اگه بدون من مغرورم. یه جور در نتیجه هر کسی داره چیکار میکنه، یک منی از خودش ارائه میده که من نیست، که اصلا این چیزا ازش خبری نیست. اینها نهفته است. پس درست شد؟ بفرمایید. اونی که ما داری تو اسلام یه قصاص بود. قصاص یعنی حکم. حکم رو پله عقل، عقل حکم فرماست. میگه آقا این خطا کرد، باید بگیریم جزا، جریمه، فلان، بیسار. این پله عقله. و حکم اغلب را چون اغلب بدن، تیغ را از دست رهزن بستدن. اگر این حکم رو نذارن، من سوء استفاده میکنم. دقت میکنید؟ لذا باید رو پله عقل بیان قوانین مدنی و چی و چی و چی و بذارن تا ما، تا انسان یه روزی رشد بکنه، بفهمه که نمیدونم حالا باید چی باشه، باید چی کار بکنه. عقل میگه یه نفر رو کشته باید بکشیمش، این عقله. اما این اون بخششونا رو پله عشقه، رو پله عقل نیست. عقل میگه بخشش یعنی چی؟ چرا ببخشی؟ یکی رو کشته باید بکشنید. عشق رو پله بخشش، رو پله عشقه. اون یه وادی دیگه داره، چی دیگه داره. مثلا الان نمیتونن تو قانون بیارن که نمیدونم اونجوری شد ببخشن بهتره. پیشنهاد میکنیم ببخشن. همه میگن آقا شما با چه حسابی میگیم پیشنهاد میکنیم ببخشن؟ عقل حکم میکنه، عقل که حکم میکنه. ولی شما میبینید که بعضی ها پای چوبه دار مورد بخشش قرار میگیرن. اولیای دم میگن آقا ما بخشیدیم، بعد همه هم بر میگردن نگاهشون میکنن، میگن که اینا یا دیوانه شدن، یا احساساتی شدن، یا اینجوری شدن، یا اونجوری شدن. خیلی ها تو دلشون میگن اگه ما بودیم هرگز نمیبخشیدیم، این میبایست اعدام میشد. خب پس اون یک مادر دیگه بفرمایید. شاهد بعضی از خلق غمزدن‌های خیلی عجیبی ما بودیم، به گونه ای زدن شاید مثلا 10 سانت 8 سانت فرق داشت شکافته، در حالی که اون طرف نیست رهای به دوش میگیره میبانه. درسته، کاملا درسته. سر ما الان مثلا به یه آهنگ جایی بخوره اینا قطعا نیست. بله ببینید این کاملا عملی و میسره، اما نه برای هر کسی. خب و در شرایطی که به اصطلاح اون لحظه اتصال ایجاد بشه، اینه که این انسان، این خدا و این ماجرای اتصال برقرار بشه، در اون صورت شعور حاکم، شعوری که حاکم میشه، این بحث اشتیاقه. اونجا هر کسی، خب هر کسی این کار رو نمیتونه انجام بده. زمانی که اون اشتیاق حاکم هست، اتصال هست. در زمان، در موقع این اتصال، تمام قضایات در ارتباط با شعور کیهانی قرار میگیره. هر نقص و دفکتی رو در لحظه میشه، میتونه حل و فصلش بکنه. و این مجازه. خب این خودش یک ماجرایی داره که حالا بعداً در مراتب خیلی بعدی راجبش به اصطلاح صحبت بکنیم. خودش یک باب عجیب غریبیست. و در واقع تسلط اون شعور بر این مجاز تسلطی خواهد بود قطعی. اما یک مطلبی هست که توی این مسئله، حالا اگر نفی شده، اگر به اصطلاح توصیه کردن دنبال این قضیه نیان، افراد نیان، چندین جنبه داره. یکی اینه که تو حالا همین بحث آینه عاشورا هم، این مقدمه کتاب آینه عاشوراست که خدمت دوستان هست، در اینجا هم این بحث شده.
که در واقع امام حسین علیه السلام از ما درس میخواد یا رسم میخواد. خب اینو رسمه دیگه، آقا رسمه که ما این کارو بکنیم و بیاریم دام قضا بعد بریم تو زنجیری بزنیم. اینو رسم چی کرده؟ ما رسم کردیم. خب حالا شما حسابشو بکنید، یک معلمی بیا سر کلاس فرزند کلاس 1, 2, 3, 8 بگه بچه درسش هست، بگه شروع بکنه به یک اجرای یک رسمی، اجرای یک مراسمی، بگه نه من اینو بلد نیستم ولی بریک دنس رو خوب میام، خب پاشه بیاد یه رسمی ارائه بده. خب در واقع اول میگه بابا درس تو به من پس بده، اگه وقت اضافی آوردیم بیا یک بریک دنس هم ببینیم که چی کار میکنی. لذا ماجرا اینجاست که خب با مهر رو وارد به اصطلاح مثل نمازمون کردیم. میدونید سنی ها که مهر ندارن، ما داریم، ما شیعه داریم و ادعای مشایعت کردن رو داریم، مشایعت ائمه از امیرالمومنین علیه السلام الی آخر. ما میگیم آقا ما مشایعت کننده ایم. مشایعت یعنی این که داریم پا میذاریم جای پای اونها. و مهر رو هم به عنوان یک بیعت آوردیم از تربت پاک کربلا، این هم به عنوان یک سمبول، به عنوان علامت این بیعت آوردیم و وارد کردیم. الان موضوع سر این هست که ما درس پس بدیم یا رسم یا هر دو، منتها اول کدوم میشه؟ اول خود رسم بد نیست، رسم دور هم جمع میشیم اینا، منتها این رسم بدون درس خب میشه فاقد ارزش چیز. و موضوع سر اینجا موضوع دیگه بعدیش اینه که حالا به اصطلاح افرادی که به اصطلاح این شاهد این صحنه ها اینا هستند، خصوصا اطفال و اینها دچار ترس و وحشت میشن و در این به اصطلاح زمان تحت تسخیر موجودات غیر ارگانیک قرار میگیرن و اصولا انعکاس منفی تو ذهنشون باقی خواهد ماند و به نوعی چون نمیفهمن این چی کار داره میکنه، که ما میفهمیم چی کار میکنه، اون بچه نمیفهمه و نمیدونه و اصولا جلوی بچه ها سر بریدن. مثلا من خیلی جاها شاهد بودم بچه رو میگم بیا بریم بیا بریم، میخوام گوسفنده رو دامسرش رو ببرم، میدونید اینها، و در واقع اونجا دچار ترس و وحشت و تسخیر موجودات غیر ارگانیک و اینجور مسائل قرار میگیرن. حالا بنابراین خودمون فرد استاد وارد شبکه منفی میشه وقتی غمه میزنه از نظر شما؟ ببینید من اونو نمیگم، من نمیدونم چون در اون لحظه اون فرد چه چیزی مد نظرشه، چه قضیه تو به اصطلاح مد نظرش هست. من فقط دارم هم شبکه منفی این کار درش قابل انجامه، هم شبکه مثبت، مکانیزمش هم کاملا میدونیم، اما در اون لحظه این فرد چه چیزی مد نظرشه که از این مقاومت آر عبور میشه. این مقاومت آر چون ما اینو که داریم عکسش هم داریم، کارگزاره مثبت، کارگزاره منفی و عکسشو داریم، اونتا ما چون در واقع نمیخوایم دست شیطان پرستی که بدیم، که به این علت ما عمدتا یک بخشش رو مورد بررسی قرار میدیم. جذبه شدید به شیطان، شیطان پرستان کارهای بسیار عجیب غریبی میکنن. حالا شاید انشاءالله در آینده فیلم هایی رو هم بیاریم، حالا اگر شرایط مناسب بشه فیلم هایی رو هم نشون بدیم از محافل شیطان پرستا، از درمان، از چی، از همه چی. اینجا یک مقاومت آر داریم که در واقع این مقاومت آر رو اون فرد در اون لحظه خونچیز کرده، برش غلبه پیدا کرده و شما درست میفرمایید کاملا قابل قبوله که این مغز شکاف برداره، ولی نه عفونت نه چیزی. حتی قدیم از در حمام از این به اصطلاح خیر، حتی از اون فاضلا به حمام که دیگه شاید به اعتقاد بعضی شاید چیز کثیف‌ترین بخش باشه، از همون چیز میمالیدن روش و خوب میشد. این مسئلهش کاملا جداست. خلاصه کلام بحث مشکل ما بحث درسه،
یعنی اون چیزی که فراموش شده و اینها بحث موضوع درسایی است که وجود داره و اگر هم یک زمانی صحبت میشه، یعنی از رسم میان بیرون صورت درسه، صحبت از یا شمشیره یا زور بازوه یا زدنه یا انداختنه یا کشتنه یا از اینجور بحث، اینجور مسائله. بحث خود جهانبینی، خود فکر حرکت، از اندیشه حرکت چیزی اون وسط مشاهده نمیشه و در واقع عمده بازی که میشه بازی احساسی است، همون لب خشکیده و سر بریده و همه این مسئله است. خب حالا در نهایت نمیدونیم این که خب شما چه درسی رو دادید، چه درسی پیاده شد. خب ما یک سال منتظر میشیم ماه محرم بیاد، یعنی ماهی که ما فرصت پیدا میکنیم با یه درس بزرگی روبرو بشیم دیگه، درسته یا نه؟ یه سال منتظر میشیم ماه رمضان میاد یه تمرینی داشته باشیم، یک سال منتظر میشیم نمیدونم ماه محرم بیاد یه درس دیگه بشه، یه سال منتظر میشیم نمیدونم عید قربان بیاد قربانی کردن وابستگی ها رو در واقع تمرین کنیم. خب اینا میان و میرن، روزها، سالها، امسال، سال دیگه، سال دیگه، همینجوری میان و ما هیچ نتیجه‌ای، حالا من حتی نمیگم ببخشید هیچ بگم غلطه، امیدوارم به هر حال در گوشه کنار رو درس‌های لازمه رو بگیرم، ولی عمدتاً شاید چون من در مورد خودم اینطور بوده این نتیجه رو میگیرم که اون درس لازم رو نمیتونم از این مراسم بگیرم، چون من نمیگیرم میترسم که دیگران هم نگیرم، برای همین صحبت بکنم. بعد من سوال میکنم، سوال کردم، بعد دیدم نه بقیه هم مثل من هم. خب بقیه هم میگم آقا چی فهمیدی، چی متوجه شدی؟ میگم که اونم متوجه نشده. پس باید نحوه بیان ما، نحوه بهره برداری ما اینها یه تغییراتی پیدا بکنه. و حالا شما دیدین که سالهای قبل چه تصاویر زیبایی از امام حسین علیه السلام که حالا گویا امسال خوشبختانه ممنوع شد، خوشبختانه ممنوع شد، یعنی در واقع چهره پرستی، در واقع نمیدونم تفکرهای ظاهر پرستی، حالا یک عده ممکنه حتی رو عشق این کارو بکنن، ولی خب ایجاد انحرافه، ایجاد یعنی ذهن افرادو از اندیشه ها میاره به سمت قیافه، در حالی که اصلا همچه قیافایی نبوده اصلا. بنابراین ظاهر اهمیتی نداره، توجه فرمود این ظاهر اهمیتی نداره. اتفاقا ببینید که اتفاقا مسئله اینجاست که خود اینا درسه، کمال به زشتی و زیبایی نیست و کاری با زشتی و زیبایی نداره، اینا همش خودش درسه. ببینید هیچ تعریفی برای انسان نیست که مثلا عارف چه خصوصیت ظاهری داره، دقت میکنید چه خصوصیت ظاهری داره، هیچ چه تیپی داره، تیپ سوداوی، صفراوی، بلغوی، نمیدونم این چه چیزا، یا تیپ واتا، کافا، نمیدونم پیتا، یا نمیدونم در مورفولوژی تیپای اندومورفی، مزومورفی و ایندومورفی، اینا نیست. هر انسانی کمال پذیره و هیچ خصوصیات و ویژگی ظاهری و اقلیمی و نژادی و اینها خب نیست که تعیین کننده این مسئله باشه، اینا همه خودش در واقع درسه، همینا در واقع یک چیزای درسایی رو میده که نه میتونه کسی اینجوری هم باشه ولی صاحب کمال باشه. یک ارتباط ویژه، در این ارتباط یک شوک‌گذاری، البته خوش شوک میدونین وجودی، یک شوک‌گذاری است و بعد اون چرا که در این تیکای شخصیتی به ما نشون دادن قربانیش کنیم، البته این به زبانه، اما هر چقدر بتونیم واقعی تر اونو قربانی کنیم، یعنی از ته دل به اصطلاح، کیفیتیه، کمیتی نیست، رسم نیست یا مراسمی نیست که تیمون بگیم ای خدایا ما همه رو دام چیز کردیم و قربانی تو کردیم و تقدیم کردیم، نه اینا هیچ کدوم دیگه میدونیم که به درد نمیخوره.
کیفی الا به کیفیت، در قالب کیفی و کیفیت. و واقعا حالا اینجا من چیز میکنیم که بعدا خودمون هم دنبال بکنیم، من فقط میخوام در واقع نمونه یه کاری باشه. نمونه اینه که ما اون قربانی کردن و تقدیم کردن رو در واقع یه تمرینی کرده باشیم. خب از ته دل بیایم و اون چیزایی رو که به ما نشون دادن تقدیم بکنیم و بعد ببینیم چقدر کوتاه میشه این مسئله، چقدر این حمله کوتاه میشه. جانم جانم فرمودین من اینا رو اصلا نداشتم، درسته؟ خب کی داشته؟ کسی هست که داشته؟ خب هیچکی نداشته، ولی اینجا میبینه که یه چیزایی پیدا میشه. اون تقصیر سر اون یارو جارو برقی است که اینا رو وکیوم که میکنه میخواد میکشه بالا، یه دفعه اینه که یه چیزایی رو داره به اصطلاح میخواد بکشه، اما مهم نیست. خب اینو داشته باشیم تا من یه توضیح دیگه خدمتتون. شو شروع کنیم. خیلی ممنون، متشکر. خب در مورد ارتباط بارش که قرار بود تو زنگ اولمون شروع بکنیم ارتباطشو، در اینجا ما در ارتباطی قرار میگیریم که همونطور که از نامش پیداست شاید در معرض یک بارشی قرار خواهیم گرفت. یکی از مشکلاتی که هست برای دوستان عزیزی که مشکلات تششو دفاعی دارن، این هم اینجا مزید بر علته. و بعد مشکل دیگه در این دوره پنج دشارج داخلی است، بحث کنترل دشارج داخلی است که یه چیزایی از اون بخش میاد رو. خب دوستان تجربه کردن دیگه، بله، و دارن اونا ما رو اذیت میکنن، هی میان رو و ما رو ناآرام میکنن. بعضیاشون متوجه میشیم، بعضیاشون متوجه نمیشیم. از اون تو هی دارن سیخونک میزنن، خلاصه چوبلای چرخ میذارن. و بعد موضوع دیگه به همین مطلب تیکای شخصیتی، به این مطلب هم، یعنی در واقع ما دو تا موضوع عمده، یکیش بحث دشارج درونی و یکی هم تیکای شخصیتی، دو تا موضوع بسیار همچین جوندارت برای این دوره و سنگین هم از خود تیکای شخصیتی خیلی سنگینه و شاید در اصل بهتر بوده اصلا یک دوره مال فقط تیکای شخصیتی باشه، ولی از اون جایی که در واقع ما میدونیم که میگذریم ازش و میتونیم، ولی اینکه دوره خود سنگین هم باشه، لذا مباحث و قضایاشو یه جوری ردیف کردیم، یه جوری یعنی در واقع ردیف شده، نه ما خیلی تو خیلی از این مسائل اصلا نقشی به اون صورت نداشتیم تو ردیف شدنش، که در واقع ما بتونیم هر هفته ماجرایی رو در واقع داشته باشیم و از وقت و فرصت استفاده بکنیم. بحث تیکای شخصیتی ممکنه باعث بشه که ما بعضی از اونا موقتاً کار نکنه، چون اگه کار بکنه وقت ما تیک شخصیتی رو نمیتونیم خوب احساسش بکنیم. این مال اینه که در واقع احتمالاً به علت اون قضیه الان اون کار نمیکنه. این روی چیزی هست، چیزی متوجه میشین توی؟ بسیار خوب، مسئله مهمی نیست، کماکان بریم جلو تا ببینیم که مسئله به چه صورت. خب تشتت ذهنی الان حادث شده. خب این علت است که میگم روی مسئله تیکای شخصیتی اونا ممکنه الان اینا کار نکنه. اونا هم که کما فی السابق مثل قبلا شروع میکنه به خودنمایی دیگه، شروع میکنه به خودنمایی تا به اصطلاح چی میگن اون کارش انجام میشه. خب ارتباطو برقرار کنیم، ارتباطو برقرار بکنیم. خب خیلی ممنون، متشکر.
خب دوستانی که ارتباط متوجه شدن دستشون بلند کنن. بله ممنون، متشکر. حالا سایر دوستانم اگر که احتمالاً متوجه نشده باشن، یکی دو تا دیگه ارتباط هم بازم خواهیم داشت و بعد منزل هم ادامه بدن، ببینن که ارتباط چطور است. حالا ماجرای این ارتباط یا شرح صدری یا ارتباطی که به بست ادراکات ما کمک میشه. خب یک موقع است که موضوعی به ما رسیده ولی فراتر از قابلیت فهم ماست. خب اینجا لازم میشه که به عبارتی به ما کمک کنن، سینه ما رو باز کنن، یه جوری ما رو در این ادراک کمک کنن. یعنی موضوع چیزایی گرفتیم ولی نمیتونیم بفهمیمشون، نمیتونیم درکش کنیم. ما ماجرای شرح صدری فراتر از اطلاعات دادن، ولی ما اطلاعات رو گرفتیم اما درکش نمی کنیم. مثلا لا اله الا الله رو گرفتیم، میدونیم، ولی درکش نمی کنیم و نیاز هست به شرح صدری، این که سینه ما اصطلاح باز بشه و ما یه دفعه بفهمیم که اینو میفهمیمش. بله بله، رب شرح صدری اینم هست که در واقع این ظاهره، این ظاهرشه، ولی باطنش دوباره حلقه است و اتصال و ما میتونیم در اون قرار بگیریم و وقتی قرار گرفتیم متوجه میشیم یه چیزی رو که قبلا میدونستیم، نه اینکه نمیدونستیم، میدونستیم درک نمیکردیم، حالا یه دفعه درکش با برامون آسون شد. مثل اینکه یه دری باز شد و ما در یک فضای دیگری قرار گرفتیم. اصولا ما ارتباطات مختلف یا حلقه های مختلفی رو چه برای دریافت چه برای این مسئله داریم. مثلا فرض بکنید که گفته میشه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بحث معراج سوار بر اسبی به نام براق به آسمان هفتم چیکار کردن؟ صعود کردن. خب ماجرا چیه؟ در واقع اگر اشاره به اسبی به نام براق، اشاره به یک حلقه است. حلقه ای به نام براق در واقع هست. حالا اونجا هم که اشاره به اسبی به آسمان هفتم نمیره، اینا همه تشبیهاتی است و یک نمیدونم یه چیزی است که میخواد مطلب رو بگه. حالا برای انسان معمولی میگه که با اسب نمیدونم به نام براق، ولی در واقع حلقه ای رو ما داریم که در اون حلقه صرفاً اطلاعات هفت آسمان. اطلاعات هفت آسمان چی بود؟ صحبت کردیم با هم؟ هفت صندوقچه اطلاعات حلقه انا لله و انا الیه راجعون. یعنی وقتی گفته میشه به آسمان هفت راه، یعنی تمام این حلقه رو دیگه فهمید که کم و کیف چیه، از چرا اومدیم، از این الست برب بکم تا الست برب بکم بعدی ماجراش از چه قراریست. درست شد؟ و این قضیه ماجرا و داستانش دسترسی به این هفت صندوق خودش در یک حلقه انجام میشه، در یک چیزهای انجام میشه. حالا اونجا اسم براق آورده میشه، اسم اسبی اینجوری آورده میشه، اما در اینجا اشاره نه که ما بردیم نشونش دادیم. خب کلن و کلیت ماجرا آره اینجوریست، این ظاهره و در باطن به سلام این موجود که قراره این مسیر رو طی بکنه، این اطلاعات براش مقرر شده که سر در بیاره. درسته یا درست نیست؟ مقرر شده که ما سر از این اطلاعات در بیاریم و انحصاری هم نیست. خب و قراره که هم خطاب به همه انسان هاست که بیدار بشید و بفهمید چه خبره و نمیدونم. درسته یا نه؟ یعنی از همه خواستن
قبوله؟ این درخواست از همه است و لذا باید اسباب و وسایل و نمیدونم همه چیزاش رو هم برای همه پیش بینی کرده باشن که خب هست، پیش بینی هست. و یکی از این مسائل زمانی است که اطلاعاتو دادن، یه شاگردی به معلمش میگه که به اصطلاح بعد از اینکه درسو گرفته میگه که من خوب نفهمیدم یا درک نکردم، یعنی در چیزا رو گرفته ولی به اصطلاح نیاز به یک شفاف سازی داره که این ماجراش در شرح صدری در واقع هست. یعنی اینجا هم انسان میگه که ببین اگه به من کمک نکنی این مسائلی که عنوان میکنی خارج از درک منه، یعنی در واقع لزوم این قضیه اینه که یعنی وجود داره بدون کمک. دوباره در اینجا هم انسان قادر نیست درک بکنه، یعنی حتی ما اینجا هم محو میشیم. یک موقع است میگم که خب آقا من صفرم، ولی خب قابلیت درکم خوبه، اما توی این ماجرا اصولا میگه بابا من درکمم اونقدر این عظمت هست که من خودم قادر به درک نیستم مگر تو شرح صدری روی من پیاده بکنی، کما که رو پیامبرم کردی. اگه نمی کردی پیامبرم شاید مشکل داشت و اشاره کردی که علم نشر لک صدرک، مگه من نبودم سینه دو، یه وقت یادت نره ها، یه وقت فراموش نکنی من کردم، ما کردیم. و اینی که به اصطلاح تو تونستی رشد بکنی، پس ببینید که اگر این مسئله شامل آل پیامبر هم نمیشد او هم شاید چندان چیزی نصیبش نمیشد، و لذا دوباره در بخش ادراکات هم ما نمیتونیم به قابلیت درک و هوش و استعداد و توان خودمون اتکا بکنیم. بازم باید در مورد ما هم شرح صدری اتفاق بیفته. لذا مطالب میاد شرح صدری میاد، مطالب میاد شرح صدری میاد. ما یکی از مسائلمون در دوره 7 6 و 7 و از این 5 شروع شده، در دوره مثلا دورهای بالاتر یکی از مشکلاتمون اینه که افراد مطالب رو دریافت کردن عمدتاً، یعنی وقتی میایم تو کلاس وقتی سوال بکنیم کیا اینو دریافت کردن میبینیم که اکثرا دریافت کردن، اما توی بخش شرح صدریش اشکال دارن، تو جمع‌بندیش اشکال دارن. مطلب رو گرفتن اما این مطلب چی میخواد بگه، چه کاربردی داره، اونو نمیدونن. دقت فرمودین؟ و ما تا مرحله کلاس بی کلاسی چیزی رو که نیاز داریم اینه که مطلب بیاد، شرح صدریش هم بیاد، این بیاد، این بیاد، این بیاد، این بیاد، و ما نیاز به روشنگری و شفاف سازی و نمیدونم کاربرد و این حرفا چیه نداشتیم. یعنی خودمون از این ور بگیریم، از این ور هم بفهمیم که این جمع‌بندیش چیه، چی میخواد بگه. دقت فرمودین؟ یعنی فرق بین کلاس و بی کلاسی در این محدود است که شرح صدری اینقدر این مطلبی که الان کار کردیم اهمیت داره. دقت میکنید که ما به واسطه تجاربی که هست، من اینجا الان تاکید کردم، اگر هیچ وقت من تاکید روی هیچ کدوم از چیزا نمی کنم، منتها به خاطر اینکه اهمیت موضوع رو حالا از پایه بیشتر کار بکنیم که وقتی میایم بالاتر مسئله برامون جا افتاده تر باشه، در اینه. یعنی مطلبو که میاد جمع‌بندیش هم که این به اصطلاح چی میخواد بگه و چه درکی میخواد به ما بده داشته باشه. خب اون ارتباط اینا رو بعد از دوره 7 اون حالا حلقه، اگر اسمش براق، اگر ما که برای خودمون اسم دیگه داریم، اون یکی از به اصطلاح چیزاییش که ما اطلاعات زیادی رو از درون اون حلقه درو میکنیم، جمع میکنیم، مثل یک مزرعه است که رفتیم و شروع میکنیم. حالا دیگه پناه خود توان خودمون، اگه ما رو بندازن توی مزرعه بگن هر چی درو کردیم مال خودت، چقدر ما درو میکنیم، هر نفر یه جوری توانی که یه مقدار، حالا بعضی بقیش بردا، یکی به هر حال تا آخری نفسی که داره در این مزرعه سعی خواهد کرد که درو بکنه. خب پس این مختصر و مفید این ارتباطی که درش قرار گرفتیم که بسیار بسیار حائز اهمیته.
یعنی به موازات دریافت شرح صدری اهمیت داره. این موضوع اهمیت بسیار بسیار زیادی داره که توصیه میکنم دوستان حالا وقتهای آزاد، چون وقتهای تلف شده و وقت آزاد وقت کماله، چون وقتی که کار داریم که کار داریم، وقتهای تلف شده پشت چراغ قرمزها، در ترافیکا، در سالن انتظار، در مواردی که وقت تلف شده است، اوقات کمال اتفاقا. یعنی ما فقط اون وقتها رو در اختیار داریم، زمانهای دیگه عذرمون موجه است، کار داریم، مسئولیت داریم، تکلیف داریم، فرصتی نیست. درست شد یا نه؟ شما ببینید که در دورهای قبل با چیزهای سر و کار داشتیم که نیازش از این قضیه بیشتر بوده. توجه میکنید؟ ما مثلا کنترل ذهن، کنترل دشاد، اینا اصلا میاست که آروم باشیم، که اصلا این چیزی دریافت بکنیم که حالا بگیم شرح صدری چی میشه. ولی وقتی ما تشتت ذهنی، نمیدونم دشارج و غیر و اینا هست، دیگه دریافتی نیست که به شهر صدری نیاز باشه. شهر صدری از حالا بعد که یه خورده ای این مسائل میخواد آرومتر بشه، تیکای شخصیتی، نمیدونم دشارج، تشتت، یه خورده میخواد آتازه آروم بشه، ما یه چیزی از این بعد دریافت کنیم، از این بعد این مسئله بیا خب بخواد بهش کمک بکنه، بیاد و ما رو به ادراک برسونه. پس در واقع همین چیدمان ها تقریبا میشه گفت که با یک حساب کتاب مخصوص به خودش هست. بعضی موقع در قالب های پیام هایی میاد و این پیام ها تا جا افتادنش خب واقعا به همین شهر صدری هم نیاز هست. واجه باید خود باد، واجه باید خود باران باشد. و اینی که انسان واجه بازه و واجه بازی میکنه، ولی حقیقت قضیه پشت این مسائل چگونه هست، تا این پرده کنار نره، این پرده وهم کنار نره، ما مسلما با حقیقت هستی نمیتونیم ارتباط برقرار بکنیم. و چشم ما را باید شست. در واقع این دو شهر صدری اینه که ما رو داره در واقع، چون چشم ما چشم مجازبینه دیگه، چشم ظاهربینه دیگه. حالا شهر صدری اینجا شروع شد که چشم ظاهربین ما رو به چشم باطن بین مبدل بکنه و سوق بده. حالا چشم باطن بین رو بعضی ها به دیدن باطن افراد در واقع مجوزای شده برای دیدن باطن افراد و مسک و اینا، ولی چشم باطن بین چشمی است که قرار از ظاهر به باطن، باطن هستی، یعنی اون غیبی که امروز اشاره کردیم، شاید که از خزانه غیبش، خزانه غیب، الذین یؤمنون بالغیب، این غیب رو در واقع دنبالش هستیم و اینجا هم هست که این چشم ما چشم ظاهربینه، قراره به چشم غیب بین. دوباره غیب به معنای دیدن فردا، بله. منظور دوباره وقتی غیب هست، منظور این نیست که میگم فلان غیب گوه، نه، اگه راست میگه بیا خزانه غیب صحبت بکنه. غیب نمیدونم خونه من و خونه اون و فردا و اینا رو نمیخوایم، بیاد از خزانه غیب برای ما صحبت بکنه. این مثلا دوست عزیزمون سوال کردن که در مورد این چیزو من تکمیل بکنم که چیزی جا نیفته. در مورد قربانی کردن در مکه، بحث توصیه که شده در مورد مناسک حج و قربانی حج و اینها. ببینید یک مسئله است که برگردیم به زمانهای قدیم، یا البته فرقی نمی کنه، از یه نقطه نظری من میخوام موضوع رو باز بکنم که هم قدیم رو میبینیم هم الان رو میبینیم. ببینید در هر سال چند نفر واجد شرایط حج میتونن بشن؟ حتی این بحث رو قبلا هم شاید اشاره داشتیم بهش. چند نفر؟ ببینید چطوری میشه یه نفر واجد شرایط حج میشه؟ پیمان اول رو
به جا آورده باشه، یعنی پیمان یاک نعبد و یاک نستعین رو به جا آورده، یعنی میبینه که آقا در این مسئله کاملا دیگه کار آزموده شده و مسئله تو دستشه. درسته؟ این لول اول. حالا در مورد ما شیعیان که این پیمان دوم هم پیمان مهر نمازمون هم اینم به جا آوردیم که یعنی من حق طلب و ظلم ستیز. درسته؟ اینم به جا آوردیم. بعد اون موقع بعد از این مسئله خب دیگه طبیعتاً حل و حوش تمام دستورات هم به جا اومده، یعنی فرض کنید زکات داده شده، یعنی اون چرا که فرد از هستی گرفته زکاتشو پس داده. زکات در واقع چی میگن؟ بازگردان اون چیزی که از هستی گرفتیم با استعدادیم، زکات استعداد. خب با سوادیم، زکات سواد، زکات علم، زکات زیبایی. طرف این یا این شخص میبینه اون چرا که از هستی گرفته میتونه یک باز پرداختی هم در قبالش داشته باشه. ممکنه کسی خیلی زشت باشه حالا با معیارهای معمول، ولی احساس بکنه هستی به اون لطف بیکرانی داره، حتی در زیبایی، حتی در هر چیزی. خلاصه اون چیزی رو که احساس رضایت ازش داره در قبالش این زکات رو خواهد داد، فرزند خوب، نمیدونم زندگی، حالا هر چی که هست، و این رو داره میده. و بعد انفاق رو، پر کردن شکاف ها رو، انفاق و نفقه و اینها، پر کردن شکاف ها. حالا در این حد هم اومده عمل کرده و در بحث خمس هم اومده و این سهم یتاما و المساکین و اینها رو هم چی کرده؟ کنار گذاشته. خب طبیعتاً در چنین جامعه‌ای که این افراد حضور دارند، یتیمی درمانده نیست، مسکینی گرسنه نیست. و حالا از قدیم هم گفتن تا چه شعاعی در پیرامونش هر چی نگاه میکنه گرسنه ای، گدایی، چیزی رو مشاهده نمیکنه. لذا خب دیگه الان کاری نیست انجام بده با این حساب، میگه چیکار کنم چیکار نکنم، برم برای پیمان، حالا از ماشیان سوم، پیمان سوممون بریم که دیگه عهد نهایی رو ببندیم. و بنابراین در این صورت عازم پیمان سوم میشه که دیگه بره لبیک لک لبیک و بعدم بره در خانه شیطان هم وایسته و یه لگد هم بزنه اونجا و بگه آی بیا بیرون و یخشو بگیره و حالا سمبولیک همون چند تا سنگی که بره اونجا بزنه، یعنی بگه که من اومدم اینجا، من جسارتو دارم و اومدم و لگدو زدم و رفتم اونجا، این حرکتم کردم، اون پیمانم بستم. درست شد یا نه؟ چند نفر میتونن به این مرحله برسن؟ حالا ما خوشبینانه نگاه میکنیم، در سال شاید 5 نفر، حالا قدیم هم نگاه بکنیم 4 نفر 5 نفر حالا اومدن مکه و یک عده اونجا و خودشون اینها نیاز به اطعام دارن، اطعام دارن. بعد در اونجا میگه که دیسیپلینه، میگه که بذار اینجا امتحان کنیم ببینیم که چقدر کنترل ذهن داره، یادش بره خودشو بخارونه، این ور رو نگاه کنه، اون کار رو بکنه. اونجاست اسم کنترل ذهن نیاوردن، چون اگه میگفتن میشه تکلیف. ولی اونجا کسی که آمده اونجا این مراحل رو پشت سر گذاشته، برای اینه که اگه خودتو بخارونی یا این ور رو نگاه کنی یا نمیدونم چی بشه جریمه به تعلق میگیره، برای اینکه میگن این هنوز واجد الشرایط اصلی نیست. حالا فعلا تا اینجا اومده، چون قبلا نمیتونم درسته، تا اینجا اومده چیزو به جا بیاره، ولی جریمش بکنیم. و عده ای اونجا نشستن، خب ساکنن، اونا گرسنه، اینا خودشون هم که به هر حال جمعیت حالا اومدن هر چند نفری، یه اطعامی نیاز دارن از قبل این قضیه اطعام بشن. و در همون جا هم در همون زمان در اون مناسک
فکر اطعام این قوم شده، چون اقتصادی در بین نبوده. درسته اقتصادی الان مثل الان که نبوده، اقتصادی در بین نبوده، میبایستی صبح بینشستن یه عده پاشن بیان اینجا و از قبل اینها امور اونها هم بگذره، اقتصادی نبوده. خب زمان گذشته، پیمانها چی شده؟ یواش یواش به فراموشی سپرده شده و درس ها به رسم ها تبدیل شده و یواش یواش شده سیاحت، هم فالو هم تماشا. یواش یواش اینجوری شده، یه دفعه شما میگه آقا چند میلیون نفر ریختن اینجا، هر کدوم هم میخوان، نمیدونم حالا تخلفاتشون هم حساب نیاریم، میخوان قربانی بکنن و یک کارمای وحشتناک برای اینکه اون چه که در هستی حیف و میل بشه، اسراف بشه، قانون اسراف کارمای خودشو داره، کارمای خودشو داره و این اسراف گردن اوناست که واجد الشرایط نبودند و رفتن. واجد الشرایطی نبودن، اگر واجد الشرایط بودن این ماجرا اینطور نبود، ما نه مشکل داشتیم نه گدا داشتیم نه چی داشتیم و خب در واقع همه چی در تعادل بود، در تعادل قرار میگیره. اما الان تعادل برقرار نیست، یعنی اون ماجرای اونجا حساب شده است. درست بود اگر که همه چیز حساب شده بود درست در میومد، اما الان شما نگاه میکنید که حساب شده نیست. پس اگر که غیر عادی به نظر میاد علتش اینه، اگر توصیه شده به خاطر لزومی اینه که اونجا اطعامی بشه، اونجا هم دوباره بخششی باشه، اونجا هم فکر در واقع اقتصاد و اطعام و اینا در واقع شده باشه. به هر صورت با تدابیری باید جلوی این به اصطلاح اسراف، جلوی این اسراف گرفته بشه، وگرنه تششع منفیش همه رو میگیره. کما اینکه دوستان اگر دقت بکنن افراد برمیگردن مشکل دار میان، باز اینا رو نمیشه گفت ولی یه خورده توجه بکنید میبینید که در واقع همه رو گرفته. اینا در واقع یک مسئله کیفیت سازیه، یک مسئله کیفیت سازیه که افراد به فکر ارتقای کیفیت باشن. یک شانس داره حالا وقتی تو این سیل چیزه، بنابراین تو این یک شانس باید خودشو بسازه، آماده بره، آماده میره، داره میره پیمان ببنده. میدونید هیچ کس به این جمعی که داره میره پیمان میبنده در واقع نگاه، شاید میگم ما این نسبیست، نگاه نمی کنه که آیا آماده هست برای این پیمان بستن و زمینه های خودسازی قبلیشو انجام بده، مهیا بکنه. و این مسئله بچه بازی نیست، دقت بکنید بچه بازی نیست. و کسی که میره آمادگی کامل هم که حمله هم داره، بنابراین کسی میتونه حملهشو مهار کنه که اون آمادگی رو داشته باشه. در غیر این صورت دیگه همین ماجرا میشه که الان شده. جانم استاد ببخشید، ارتباط بارش آیا با این توضیح قسمت سوم معنی معنوی تفاوتی که نمی کنه؟ ببینید این قضیه که اینجا کار میشه فرق میکنه با اونی که اینجا انجام میشه. در اینجا این اصلا نقشی نداره، مستقیما هوشمندی انجام میده. اما در مورد من معنوی ما حضور پیدا میکنه، مسائل رو میاد حل و فصل میکنه با حضور، با سوال جواب. مثلا جواب یه سوالی رو میده، آیا جواب سوالی رو ما بگیریم دلیل اینه که به ادراک هم رسیدیم؟ توجه کردین ما جواب خیلی سوالا رو در ارتباط با من معنوی و تبادلات و این حرفا چیکار میکنیم؟ میگیریم. اما آیا اون شرح صدری اتفاق افتاده؟ نه.
و میبینید که ما خیلی اطلاعات رو ممکنه دیر یا زود داشته باشیم اما ادراکش رو نداشته باشیم. مثلا نمونهش شما خودتون مثلا ممکنه که در کار با دوستان مثلا فرادرمانگری که مثلا دوره 5 به بالا رو طی کردن برخورد بکنید. توی حرف همه چی رو میدونن، تو عمل، در عمل میبینید که اون مسئله محو شدن رو نمیتونه پیاده بکنه. برخورد کردیم یا نکردیم؟ درسته؟ در تئوری یا در اطلاعات، در آگاهی، آگاهی بهش رسیدن که باید محو باشی، تسلیم چیه، همه رو گرفته ولی به ادراکش، به درکش نرسیده. اونی میتونه واقعا و به طور طبیعی، چون ما میتونیم تظاهر هم بکنیم، تظاهر کنیم که آقا ما اصلا محویم، ولی در واقع اون ادراک واقعی اون محو طبیعی رو عرض میکنه، چون خود تظاهر کردن تششو منفی داره و شما خودتون متوجه میشین دیر یازه که این مثلا تظاهره. این همه در عرفان راجع به اصطلاح بحث تظاهر و ریا و این دو چیزا رو داره میکنه، به خاطر تشجع منفیشه. این همه ما رو بر حذر میداره که طبیعی باشیم، نه اینی که مثلا تظاهر کنیم نه ما فهمیدیم و اصلا محوی. این خودش تشجع منفی داره و اون اثرگذاری واقعی رو نداره. بنابراین ماجرا به این خاطره، به این علته که بخش شهر صدریش عقبه و هنوز باید کار بشه. از اینجا به بعد دیگه ما با این ارتباط سر و کار داریم. الان با این توضیحاتی که خدمتتون دادم، آگاهی، ادراک، آگاهی، ادراک، یعنی ادراک همون شهر صدری است. ادراک فرق میکنه با خود آگاهی، فرق میکنه یا نه؟ خب لذا بحث درک کردن میدونید متفاوت از بحث حتی فهمیدنه. بنابراین این به ما کمک میکنه که ما به درک نائل بشیم. حالا من بازم توضیح بیشتر میام. خب شروع میکنیم ارتباط برقرار کنیم. استاد ببخشید من یه سوال دارم، اون استاد حق منظور همون ارتباط برقرار کنیم بعدش چون استاد حق هم منظور من معنوی خودمونه، من معنوی. حالا البته چون من خواب دیدم توی بله. خواب به من میگفتن که با استاد حق حرف بزن. خب به خاطر این من فکر میکردم منظور خداونده. این سوال به خاطر این ازتون کردم. نه نه نه، استاد حق خب در سطح سطوح پایین تر منظوره، دقت میکنید. حالا البته ما همچین اسمی رو مایل نیستیم که ازش استفاده بکنیم، ولی چون در جاهایی در مکاتبی هی میگن استاد حق، استاد حق، استاد حق، نمیدونم از این ور اون ور، و بعد بحث اینه که نمیدونم با روح چی، با روح صحبتایی هست. اینجا ما اشاره داشتیم بهش، برای ما مهم نیست که داریم به اصطلاح تو این رابطه چه اسمی هست، مهم اینه که ازش استفاده کنیم. چند تا از دوستان از اون ارتباط تا اینجا تونستن استفاده کنن؟ دستون رو از همین موضوع استاد حق، از همزاد، از من معنوی به نوعی در ارتباط قرار گرفتن. دستون رو بلند کنن. بله بله. بقیه چیزی تو رابطه با استاد حق چیزی دریافت نکردن؟ یا من معنوی یا همزاد؟ حالا بله بله همون بله. من به تو تعجب میکنم، بیشتر از این باید باشه. حالا باشه، مسئله نیست. خب ادامه بدیم پس ارتباطمون رو. خیلی ممنون، متشکر. خب دوستانی که ارتباطشون رو متوجه شدن دستشون رو بلند کنن. بله. حالا دیگه در واقع چیزی مثل یک بارش هست، توش جریان داره، از نشانه های این ارتباط هست. یه چیزی در واقع ما رو در بر میگیره، منتها مثل بارش میمونه. از نشانه های این حلقه است. هر حلقه برای خودش یک
نشانه ای داره، یک نمودی داره. در دنیا تحقیقات وسیعی روی انرژی پزشکی، در واقع این خودش یه شاخه شده انرژی پزشکی، و توی این شاخه با بازی با حوزه های مغناطیسی ما، حوزه های مختلفی که حالا در دوره 6 یکی از این حوزه ها رو ما خودمون تجربه میکنیم، یعنی دوستانی که دوره 6 رو گذروندن میدونم. من الان اگر که اینو بیارم خدمتتون، شما زودتر از من پیداش کردین. خب اینها رو خب میدونید، ما که ادواتی نداریم که. این اثبات همونه، اونا هم اثبات این قضیه است، و در واقع ما این تئوری ماست. اونا انجام میدن، خیلی از چیزا رو دلیلشون نمیدونن چرا اتفاق میفته، ولیکن ما حالا در اینجا ارتباطاتی که در دوره 6 یکی از ارتباطاتی است که خواهیم داشت، مثلا فرض کنید این حوزه ها روی ما اتفاق میفته، شما میبینید که اینو داریم و اصولا چطوری است، و در دنیا الان دارن روی این مسائل به طور وسیع و گسترده تحقیقات میکنن. دوست عزیزمون آقای منصوری امروز برای من، البته قبلا هم ما چیزایی داشتیم، ولی مطالبی از ژورنال‌های دانشگاه‌های مختلف انگلستان و آمریکا محبت کردن آوردن که دقیقاً نظرات سازمان بهداشت جهانی، نظرات نمی‌دونم دانشگاه‌های حالا آکسفورد ژورنالز و نمی‌دونم جاهای دیگه که البته من هنوز خودم نگاه نکردم، فقط اینجا با هم به اصطلاح طب مکمل، منابع طب مکمل به اصطلاح در مورد سلامتی و تحقیقاتش الان این یکی از چیزها، و خلاصه کلام در دنیا حالا این منابع انگلستان و آمریکا و سازمان بهداشت جهانی رو در واقع نشون میده که همه جوامع علمی و جوامع بشر به اصطلاح جوامع کارشناس در مورد سلامتی به شدت دنبال راه‌های تکمیلی هستند، یعنی به این نتیجه رسیدن که در کنار طب باید ابعاد دیگه انسانی هم مورد شناسایی قرار بگیره و ازش بهره برداری بشه. حالا ببینید اون چیزی رو که دوباره انسان میخواد دنبال بکنه ساید افکت داره، کامل نیست، مثل هومیوپاتیه، شعوری که میاد وارد میشه قراره کمکاری برای سلول زیاد بکنه مثلا برای سرطان، اما سایر سلول ها رو هم ممکنه دوچار کمکاری بکنه. تئوری درسته، اما چون تشخیص انسانیه ممکنه ساید افکت داشته باشه، یه داره. خب در این موارد هم به کمک این تحقیقات چیزهایی رو دسترسی پیدا کردن، اما همه چیزهایی رو که لازمه وارد چاکرا بشه نمیتونن ایجاد کنن که، ولی توی موارد این چنینی اون کاری که لازم هست بدون ساید افکت، بدون نیاز به هیچ ادواتی انجام میشه. و در واقع الان در دنیا همونطور که گفته شد این دستگاه به اصطلاح شرق خیلی در این مورد داره تحقیقات میکنه و غرب هم همچنین، دستگاه بسیار زیادی برای نمیدونم تمدد اعصاب، برای نمیدونم چی، برای ایجاد خواب، برای نمیدونم این چیزا پیش اومده. حالا ساید افکت دارن ندارن، چون این دوباره ایجاد حوزه مغناطیسی برای بدن برای سلول دوباره مسائل دیگه ای داره از نظر تئوری، چون در واقع این سلول، این جریان، این حوزه که ایجاد میشه در این جریان و تبادلات یونی و الکترونی تغییرات ایجاد میکنه که ممکنه با شدتش سرطانزایی ایجاد بشه. با گسترش اون میدان مصنوعی که ایجاد میکنه، عرض کردم این جنبه علمی داره، این حوزه افزایش پیدا میکنه، با افزایش حوزه جریان افزایش پیدا میکنه، و با افزایش جریان حالتی پیش میاد که ممکنه آورلود باشه، مثلا در سیناپس ها اینا ایجاد همون کاری بکنه که شوک ایجاد میکنه.
و یا اینه که با افزایش این تبادل یونی و الکترونی سرطان ایجاد بشه، تکثیر سلولی و به اصطلاح تحریک جهش، تحریک به اصطلاح جهش های مختلف رو ما داشته باشیم. بنابراین هنوز اینها در به اصطلاح مسائل مصنوعیش و عمدتاً جریانات فیزیکاله، جریان شعور رو هنوز کسی نمیتونه راه بندازه. شعور در انحصار هستی است، کسی نمیتونه شعور رو راه بندازه، ولی میتونن آره دستگاه درست کنن، مغناطیس اینا، مثلا فرض کنید خود MRI مگنتیک، درسته؟ یعنی در واقع یک مثلا چیز مثلا میدان مغناطیسی در واقع بره اون تو قرار بگیره. این کاری نداره، این کارا در دنیا داره میشه، ولی کن جریان شعور رو کسی نمیتونه را بندازه. این در انحصار هستی است، این در انحصار هوشمندی است و در انحصار روح القدسه. اگر قرار باشه انسان مورد استفاده قرار بده بدون ساید افکت و عوارض جانبی، باید به خود منبع اصلی هوشمندی رجوع بکنه. اما این تحقیقات تحقیقات هست که لازمه انسان، یعنی باید بیاد با ابعاد وجودی خودش برخورد بکنه، به این نتایج برسه و بتونه برای خودش راهکارهای جدید و مناسبی پیدا بکنه. بدون پیدا شدن این راهکارهای مناسب، انسان همونطوری که میبینید در به اصطلاح میان توده بسیار و انواع و اقسام بیماری ها، نابسامانی ها و مشکلات بسیار زیادی قرار داره که مهار کردنش تقریبا الان براش غیر ممکن شده و دسترس خارج شده. برای همین هم سازمان بهداشت جهانی از مدت ها قبل توصیه کرده که راه های جانبی باید مورد مطالعه قرار بگیره و هیچ کسی در دنیا نمیتونه جلو این قضیه رو بگیره و اگر بگیره مورد اتهام قرار میگیره و به اصطلاح هیچ وقت از نقطه نظر اخلاق بشری، وجدان بشری مورد بخشش قرار نمیگیره و در واقع اونهایی که به نام علم و به نام عالم جلوی این قضیه رو میخوان بگیرن، در واقع تاریخ با به هر حال بدنامی از اونها یاد خواهد کرد و نام علمای جاهل را بر اونها خواهد گذاشت. و خیلی باید در این عصر و زمانه که اینقدر تبادل اطلاعات وسعت پیدا کرده و هر چیزی ثبت و ضبط میشه، باید مراقب حرف زدن باشن. اگر بیان بگن که انرژی درمانی علمی نیست، اگر بیان بگن که نمیدونم نیست، اینها همه در تاریخ ثبت و ضبط میشه و نشون میده که هست. دقت بکنید، و نشون میده که هست و در واقع دنیا تو تحقیقاتش به نتایج عملی رسیده، ولی نمیدونه چی هست. میدونید موضوع اینجاست که اگه منظور اونها اینه که نمیدونن چی هست، بله، ولی از نقطه نظر عملی الان رشته متافیزیک در انگلستان و در خیلی جاهای دنیا هست، در هر بخشی، هر ملتی. مثلا الان در شرق یک ماجراهایی هست، در خاور دور یک ماجراهایی هست و خود در ایران خودمونم به هر حال این ماجرا هست و در دیگه نمیدونیم جاهای مختلف، ولی دانشگاه‌های مختلف دنیا در تحقیقات عملی خودشون براشون اثبات شده که یه چیزی هست، اما چه چیزی هست رو در واقع نمیتونن تعریفش بکنن، ولی بودنش رو منکر نیستن. این فرق در واقع این فرقی است که خب در مورد این موضوع هم یه صحبتی بکنیم که در این قضیه شفاعت سطح سطوح مختلفی داره. در لامکان و لازمان سطح سطوح متفاوتی هست.
در یک از یه جای شروع میشه و به یک جایی خاتمه پیدا میکنه. جایی که خاتمه پیدا میکنه اون جایی که دیگه قرار هست که امتزاج یا تزویج من ثابت و من متحرک قطعی بشه، یعنی اون لایه بین من متحرک و من ثابت، همون ماجرای لا تقرب هذا الشجره که یادتون هست، قرار انجام بشه، دیگه قطعی است. هیچ عاملی، توجه می فرمایید، دیگه هیچ چیزی وجود نداره و حتما این قضیه باید چی بشه؟ رخ بده. درست یا نه؟ در یک مرحله قبل از اون میگه خودم نعم المولا و نعم الوکیل، خودمم. سراغ کی میخوای بری بهتر از خود من؟ من بهترین وکیلم، بهترین دوستم. درست شد یا نه؟ قبل از اونها میگه که ملائکه هم شفاعت میکنند. ملائک چی بودند؟ هستی. و اون چی که در هستی هست به علت اینه که میخواد وحدانیتش حفظ بشه، میگه آقا اینم عضو منه، اینم جزء منه و یک ماجراهایی. درست شد؟ یک پایه ابتداییش من معنوی ماست یا وکیل تسخیری ما. از اینجا شروع میشه، در انتهاش دیگه هیچی نیست. درست شد؟ و دیگه حالا بین اینجا و اینجا این ماجرا وجود داره و امکان دفاع در مجادله به یه شکل، در نمیدونم کدا به یه شکل، همینجوری این امکان دفاع، حق دفاع رو به ما داده. میگه هر کی رو میخوای بیار دفاع کنه ازت. اما در یه جای اصلا خودش برای ما وکیل تسخیری قرار داده. وکیل تسخیری در اینجا یه کار میکنه، تو زندگی بعدی یه کار، در اونجا یه کار، و در حالا اونجا اولین دفاع رو از ما این وکیل تسخیریه میکنه، این وکیلی که برای ما قرار داده شده. اما در یک جای دیگر هیچی، یعنی هیچ راهی نیست جز اینی که ما این لایه‌ای که بین ما و او جدایی انداخته چیکار بکنیم؟ از بین ببریمش. اما در یه جایی میگه که من ذلذی یشفع عنده الا باذنه. بحث اینه که کی میتونه ازت دفاع کنه بدون که من اجازه داده باشم. اجازه گفتیم همه اجازه ها در صفر ثانیه اول چیه؟ داده شده. همونجور که برگرد درخت نمیافتاد، همه اجازه ها داده شده، همه چیز تعیین شده است. منتها ما چون توش هستیم یه جور دیگه میبینیم، اونجا تو صفر ثانیه یه چیز دیگه میبینه. اجازه ها داده شده، الان به این وکیل تسخیریه اجازهش داده شده، تعریف شده، داده شده، تموم شده و تازه کارش هم خاتمه پیدا کرده. و در یه جایی هم میگه ام اتخذو من دون الله شفعا. آیا میری از غیر از خدا شفی میگیری؟ توجه میکنید؟ آیا غیر از خدا شفی میری میگیری؟ خدمتت میرسیم. خب حالا این پس مراتب داره، یعنی پلکانیست، یک جا نیست. چون وقتی یک جاست پس چرا میگه
نه من مولا و نه من وکیل. ولی چرا اینو میگه؟ میگه خب پس میبینید که در یه جای میگه ابدا هیچی نیست. درست یا نه؟ حالا دوستانمون که مسلطن، ما که سواد زمینه متاسفانه نداریم، دوستانمون باید به دادمون برسن، اینه که در یک جایی میگه ابدا ولا نصیرن، و در یک جایی اینجا میگه خودم، در یک جای دیگه ای ولا نصیرن، دیگه اونجا راهی نیست. باید این تلفیق، این امتزاج صورت بگیره و در جهنم این لایه بین من و شو، این نفخت و فیلم روی و اون چی بشه؟ این لایه برداشته بشه، یعنی راهی نیست. خب تمام اینها رو ما در واقع در رابطه با مثلا جایی که میگه ملائکه میان شفی میشن، خود هستی به عنوان مثل اینکه اعضای خانواده با هم خوب نیستن. خب اما اگه همسایه ادعای علیه این خانواده داشته باشه، همشون با هم متحد میرن دم در وامیسن، میگن نه ما آدمای خوبی هستیم، نه ما نبودیم، نه ما فلان بودیم، ما که پارک اینجا کردیم، ما اصلا با کلاسیم، درسته؟ ولی وقتی درو بستن تو یقه همدیگرم میگیرن، دوباره من به هستی ظلم کردم. اما هستی در یه جایی به عنوان یک موجود زنده یه جوری میخواد باز هم منو به مرحله بعد ببره، ولی در یه جایی خب از مثلا جهنم که عبور میکنیم دیگه بعد از اون اصلا همچین چیزی معنی نداره. به عنوان مثال خب وقتی رد کردیم دیگه اون ور اصلا دیگه همچین چیزی، اینه که الاسته برب بکن بگم سب که یکی بیاد به من شفاعت منو بکنه، کی هست؟ میگن نه تو خودت جواب بده، من با تو طرفم، چیو میخوای بری بیاری؟ دیگه من معنوی چی کار است؟ دیگه از اونجا بعد من معنوی، دقت میکنید، من معنوی نیست. میگه آقا من از تو سوال میکنم، تو کارت با وکیلت نباشه، تو به من جواب بده ببینیم که از این محصل همین چیزا و حالا اونجا شفاعت کردن، اینجا اینجوری شد. خب بنابراین این مطلب رو ما توی این بحث و تو این قضیه داریم، وگرنه اصل این آیه، حالا من بیشتر نمیتونم توضیح بدم که به اصطلاح ماجرا این هم اتخذوا من دون الله شفعاء مال کجاست، دقت بکنید. و بحث اینجاست که این تو این چه مرد تو این پلکان و نردبان ها به اصطلاح که ما داریم، اون جایی که اکیدن از من دون الله نهی و مثلا نفس شدیم، در این مقطع و تا مقطع مثلا خصوصا اینجا، چون اینجا در این دوره از زندگی ما من دون الله نقش خیلی آشکاری داره، به علت اینه که مظاهر من دون الله نیست، با مکان سر و کار داریم، ظاهر پرستی، کتاب پرستی، مکان پرستی، نمیدونم چی، در این برهه که مکان رو هنوز با سر و کار داریم، مظاهر شرک و مظاهر من دون الله خیلی گسترده است. تو زندگی بعدی خیلی اینجوری همه بمیره دیگه، دیگه مکان پرستی نیست، تو زندگی واقعی بعدی دیگه مکان پرستی نیست، یعنی اگر اون کسی تو زندگی خودشه، اونی که اینجاست که هنوز ممکنه مکان پرست هم باشه. لذا بحث اصل قضیه در اینجا اجتناب از من دون الله یک اصل لاینفک و یک اصل مسلمه، و حالا کلن این قضیه که میاد بالا یک تأکید اکید مخصوص اینجاست. همه تخذو من دون الله شفعا و نغز یا که نستعین، توجه فرمودین، این مطلب و این مسئله در واقع مراتب داره، مراحل داره، و در هر مرحله یک سطح و سطوی داره که بایستی کلن بدونیم. و منظور از شفم تو که فهمدن جفت شدن و با همزادی و با جفتی حرکت کردن، که اون جفت نقشی داره، منتها در کجا و چطوری نقشش رو ایفا میکنه، نقض
نقض یاک نستعی نیست، وکیل دفاع میکنه ازت، ولی در واقع نقض قانون نیست. یعنی شما خطاب به قاضی هستی ولی وکیلت بغل دستت وایساده. درست میگم یا نه؟ یعنی در واقع خدا روبروه، هیچ وقت نقض یاک نستعین نمیشه، وکیلت بغلت اینو گذاشتن که عدالت رعایت بشه. برای به اصطلاح اینه که عدالت رعایت بشه، شف که همون در واقع همزاد حامی، یک معصوم در واقع وکیل بی‌طرف بین ما و بالاست. وکیل خودش گناهکار نیست، یعنی قابلیت گناه نداره، قابلیت انجام گناه نداره و در واقع از ملائک مثل ملکه. خب مثلا ممکنه بگن ملک، بگن فرشته نگهبان. ممکنه ببینید با چقدر اسامی در همه جا اومده. بله بله. خب البته دیگه حالا این ماجرا تلفیق این قضایا رو که داشت، بله این واقعا خب یکی از پیچیده‌ترین مباحثه که انشاءالله بتونیم کم یواش یواش خودمون به ادراکاتش برسیم. خب همه رو به خدا میسپاریم، خدا نگهدارتون تا جلسه بعدی، خدا حافظتون.